سلام بر شما در این فراخبر. از واکنش ها و بگومگو های تند و نرم آمریکا درباره افغانستان تا سفر دوره‌ای و ریزنی فرستاده ویژه این کشور درباره بحران سیاسی و اقتصادی افغانستان. آقای توماس وست در ژاپن رفته است و قرار است به هند و امارات متحده عربی برود. تلاش های این نماینده آمریکا برای چیست؟ چی اهدافی پشت این سفرها نهفته است؟ او بر اهمیت گفتگوهای سیاسی در افغانستان تاکید میکند، اما دفتر سیاسی امارت اسلامی میگوید گفتگوهای میان افغانان جز توافقنامه دوحه بود، فرصتی که از دست رفته است. و حالا پرسش، کار تعامل با دنیا به کجا رسیده است؟ اینجا در فراخبر. مهمانان برنامه آقایان سید مقدم امین آگاه سیاسی اینجا در کنار ما هستند و دکتر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی امارات اسلامی در قطر تا لحظات بعد وصل خواهند شد. روی موضوعات افغانستان بحث میکنیم. آقای امین به برنامه خوش آمدین. سلام بر شما. خب سفرها زیاد است، زیاد شد، دیدارها، دید و بازدیدها، نشستها، نشست از نشست‌های منطقه‌ای بگیریم تا نشست‌های جهانی. حالا توماس وست رفته به ژاپن، فکر می‌کنیم برای چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خب هنوز هم افغانستان در صدر اجندای جهان قرار داره، یعنی رفتار سیاسی در افغانستان متفاوت از معیارهایی که جهان به او استوار است. چند موضوع میتونه بسیار قابل توجه باشه در این سفرهایی که بحث امنیتی مشترک منطقه‌ای و جهانی است که ابعاد مختلف داره و نگرانی هایی هم در کشورهای منطقه و جهان وجود داره. در این رابطه بخش دوم بحث حقوق بشر و بحران اقتصادی در منطقه به ویژه در افغانستان و تا در جهان که اینم به نوع خود جای داره که روش صحبت شوه. و در نهایت بحث کلیدی کنترل منطقه است در بازی های جدیدی که بعد از جنگ اوکراین اتفاق میفته. دو تا موردی که ارتباط با ایالات متحده امریکا می گرفت، بعضی خروج امریکا از افغانستان و یا توجیه دو دهه گذشتهش در افغانستان، تا یک مرحله روسها و امریکایی ها با همدیگر توافق داشتن. حتی خود دونالد ترامپ در رابطه با برآمدن امریکایی ها از افغانستان و در مجموع مبارزه با تروریسم با روسیه کاملا دیدی مشترک داشتن، ولی زمان یک مقدار وضعیت تغییر داد. اما امروز امریکایی ها وارد یک بازی جدید در منطقه هستند، به این معنا که یعنی روی یک راهکار جدید میخواهند که همین قسمی که حتی در مورد اوکراین زبان حالا تغییر کرده، کلا در اوضاع منطقه پیشنهاد مذاکره میکنه. ببینید بحثی حرکت های کشورهای بزرگ بحث یک منطقه و یک جغرافیه نیست، بحث نظم نوین جهان است، کنترل منطقه است، بالا اقتصاد و امنیت و اینا. کشورهایی که برنامه ریزی دارن بر مبنای استراتژی خود در سیاست های بین المللی خودشان، یک کشور دشمن میدونن، یک کشور دوست میدونن، یک کشور با بحران میبرن، یک کشور امنیت چه تامین میکنن. این برنامه هایی است که هم برای روسیه قابل توجه است، هم برای امریکایی ها. ولی توماس لوئیس هم شخصی آگاهی است، یعنی نسبت به دکتر خلیلزاد تاثیرات بالای فکرن، اما مراحلی را که دکتر خلیلزاد طی کرد در گذشته و اما مسیر را طی میکنه، ولی با کمی تفاوت بارز. چه میتونه باشه تفاوتی بارز؟ سفرهای که حالا کلید خورده، اونا درک میکنه که قضیه افغانستان یک قضیه متعلق به افغان ها نیست. امریکایی ها زمانی که کشور را ترک کردن بحثشان این نبود که کشور را به صورت قطع ترک کنند، ولی نشست هایی که در دوحه سرانجام نتیجه توافقنامه دوحه منجر به قدرت رسیدن امارت اسلامی در افغانستان شد، اما دورنمای سیاسی چیزی دیگری بود. اما او اتفاق نیفتاد هنوز، حتی میخواد که یک راهکار جدید، این راهکار جدید باید مدیریت کنه. در این راهکار فکر میکنه این نقشه راه چی است؟ یعنی قرار است آمریکا روی کدام نقشه کار کنه؟ اون نقشه برای افغانستان سه تا موضوع برای امریکایی ها بسیار برجسته است. یکی که افغانستان از لحاظ امنیتی و استخباراتی باید در کنترل داشته باشه، حالا مستقیم و یا غیر مستقیم. آیا چگونه میتونه با امارت اسلامی کنار بیایه و اگر کنار نیاید از چی مسیر میتونه کنترل خود بالای افغانستان داشته باشه؟
دوم به صورت قطع اجازه نمیده که روسها در افغانستان تأثیر گذار باشند، چی در حوزه اقتصاد، چی در حوزه امنیت، چی در حوزه مسائل اجتماعی و مدنی. یعنی به صورت قطع اجازه را به صورت قطع نمیتونه بده. اما روسها هم خلاف توافقنامه دوحه حالا یک فرمتی به نام مسکو دارن و رویش کار میکنن، در جریان هستین، او چه تأثیری داره بر وضعیت افغانستان؟ خب طبیعی است که تأثیر داره. ببینید نشست هایی که بین المللی در اواخر در رابطه با قضیه افغانستان، بحث این نیست که افغانستان برای به طرف یک ثبات، برای به طرف یک به اصطلاح یک رفراندوم، برای به طرف یک ختم جنگ. اینو هنوز افغانستان در مسیر بین رقابت ها وجود داره. چقدر همسویی وجود داره که اینا به یک زبان مشترک؟ خب در دو مورد اینا همسویی دارن. بحث مبارزه مشترک با تروریسم و تهدیدات امنیتی. در بخش دوم برنامه که امریکا و روسیه داره، به افغانستان نباید در کامی امریکا سقوط کنه یا در کام روسیه سقوط کنه. میخوام با مو یک نقطه حائل بوده باشه. هنوز افغانستان درد سرها را که داره این مخالفت های منطقوی و جهانی است، یعنی کمتر میتونه تنش های داخلی تاثیر گذار باشه نسبت به تاثیر. بسیار تشکر آقای امین. آقای نعیم سلام بر شما، شما به برنامه خوش آمدین. اول از دیدارهای دیپلماتیک دوحه بگوین، جزئیات چی است، مردم میخوان بفهمن، و کار تعامل به کجا رسیده؟ چون بارها امارت اسلامی خواسته بود و تا هنوز محقق نشده. بسم الله الرحمن الرحیم. نخست با شما، با همکاران شما، با مهمان گرامی برنامه، با شکل هم به ملت خوش سلام و احترامات را عرض می‌دارم. در مورد دید و بازدید بازدیدهای سیاسی یا دیپلماتیک بگویم که یک پروسه به اصطلاح طبیعی است. هر وقت به اساس ضرورت نشست ها اینجا صورت میگیره. البته این را بازم باید تذکر بدهیم، چون سابقا هم گفته بودیم که فعلا نقش دفتر سیاسی قسمی که سابق بود نبوده. فعلا پالیسی خارجی کشور را وزارت خارجه تمثیل میکنه، اونها را پیش میبرن. در اینجا به اساس بعضی ضرورت ها اگر نشست های ضرورت احساس میشه صورت میگیره، بعدا موضوع دوباره پس به کابل برمیگرده، در اونجا از طریق وزارت خارجه موضوع تعقیب میشه و در آن رابطه باز بزرگا تصمیم میگیرن. خود اینجا به اساس همون ضرورت ها به کدام وقت ضرورت میشه بعض نشست های ابتدایی صورت میگیره. دیگه تو چیزی نو بگویم در اینجا وجود نداره. در مورد سیاست آمریکا تا اینجای کار چی میفهمیم؟ و قرار است آمریکا واکنش هایش شما میبینین، اعلامیه هایش هم میبینین، خواست هایش هنوز مطرح میکنه، از توافق نامه دوحه یاد میکنه، از گفتگاه های میان افغانان سخن میزنه، حالا توماس وست به ژاپن رفته و در مورد موضوعات سیاسی و اقتصادی افغانستان بحث کرده. جزئیات اونها چی است آقای نعیم؟ در مورد اینکه نشست ها و سفرها و رفت آمد در چهار طرف افغانستان در داخل صورت میگیره، چون یک امری است که تا حد زیادی بالخصوص موضوعی که فیصله کن باشه یا در رابطه کن تصمیم گرفته میشه، اگر در آنجا افغانستان نباشه بالخصوص نظام فعلی افغانستان در اونجا وجود نداره، طبیعی است که بی اثر است، کدام نتیجه نداره. اما اینکه پالیسی یا امریکا چی است، خب هر کس از خود طبیعی از هر کشوری که باشه منافع خویش را در نظر میگیره، یعنی منافع هر کشور مقام نخست اول را داره. برای هر کشور، برای هر کس، حتی به هر فرد، هر انسانی که باشه، او میخواهد که منافع خودش برآورده شود. در اینجا در سیاست جهان بگوییم یا در تعاملات جهانی باید بگوییم که ما میتونیم وقت منافع خویش را تامین کرده بتانیم یا او را برآورده بسازیم که منافع دیگران را هم در نظر بگیریم. یکی و دیگه این که در 20 سال ما فکر کنم یک بسیار تجربه از یک نگاه تلخ بگوییم از دیگه نگاه بگوییم خوبی برای همه بوده، که باید از این درس بگیریم، عبرت بگیریم. نه شما این نسخه های سابقه و به اصطلاح تجربه های تلخ گذشته دوباره باز تکرار کرده، که پس همه را، همه جهان را به شکل عام، بالخصوص ملت افغانستان، مردم افغانستان و همچنان هر کشور دیگری که باشه، آمریکا باشه، کدام کشور دیگری باشه، که دوباره با آنها خودشان هم دوچار مشکل بشود، دوچار یک به اصطلاح مسائل تاریخی بگوییم که برایشان در تاریخ اینها با سخت میشود. من می فکر کنم که بهتر همی از شاید حال همه سیاست مدارا، همه کشورهایی که در اینجا دخیل هستند، شاید به این پای برده باشند و این فهمیده باشند که یگانه راه حل مشکلات امین است که چند نقطه نظر گرفته شود. نخست اینکه راه حل سیاسی برای
حل مشکلات یگانه راهی است که ما میتونیم از تفاهم مشکلات رو حل بکنیم. بسیار خوب. ما این به طرف مقابل این موضوع این نقطه رو تکمیل کنم. بفرمایید. هر کشوری باشه، اگر افغانستان باشه، هر کدام کشور دیگری باشه، نظام همان کشور، حکومت همان کشور نماینده همان ملت است. هیچ کس نمیتونه، او هر کسی باشه که به نمایندگی از ملت افغانستان، به نمایندگی از یک ملت یک کشور دیگر، آنها تصرفات داشته باشند، آنها به اصطلاح اقدامات را داشته باشند، به نتیجه نمیرسند. نه آنها میتونن که هدف خود را برآورده بسازند و نه به مو ملت، به مو مردم. دیگه ای که هر کسی که یک فیصله میکنه باید از گذشته ها تجربه های گذشته عبرت بگیره، آن در نظر گرفته واقعیت های زمینی در نظر بگیریم که فعلا در جغرافیا چی چیزای صورت گرفته و چه تغییراتی آمده. درست. اگر این نصف در نظر گرفته نشوه، ما فکر کنم که نخواهد برسیم. آقای نعیم، ولی آمریکا با شما توافق نامه امضا کرده و چندین نشست برگزار کرده، بگو مگوها داشته، واکنش ها داشته، ادعاهای را مطرح کرده که در خاک افغانستان از امنیت نگرانی کرده و از موضوعات حقوق بشری گفته و حالا به ژاپن میره و بعد هند میره، بحرین، امارات متحده عربی میره. فکر میکنین به دنبال چی است؟ آیا شما از این سفرهای دوروی توماس وست حمایت میکنه؟ ما از منافع کشور خوش، ما از منافع ملت و مردم خوش حمایت میکنیم، از او دفاع میکنیم، برای تحقق آن هرچی هم در توان ما باشه آن را به خرج میرسانیم. دی شک نیست که توافقات و توافقات صورت گرفته، ما به توافقات که صورت گرفته التزام داریم و از دیگران هم میخواهیم که به مو تعهدات که صورت گرفته التزام داشته باشه، در موارد یا در امور داخلی کشورها مداخله صورت نگیره که به اساس نورهای بین‌المللی یا اصول بین‌المللی و همچنان از نگاه عقل و منطق یک کس اگر به دیگر کسی اجازه نمیده که در کارهای داخلیش مداخله بکنه، چطور میتونه خودشان در امور داخلی دیگران مداخله بکنه؟ دیگه به اساس ما فکر کنیم که این بار باید ما در نظر داشته باشیم، هر کس که برای هر افغانستان یک نظر داره، یک مشوره داره، ما بعد تا جای مشوره، تا جای نظریه نظر کدام مشکلی نداریم. اما این که فرمایشات باشه، اما این که برخلاف معتقدات کشور، برخلاف منافع کشور، منافع ملی کشور، برخلاف اصول بین‌المللی در امور داخلی کشورها مداخله صورت میگیره، این به نفع هیچ کسی نیست. دیگه ما بازم باید میره باید تکرار بکنم که ما با معتقدات خود را که کردیم به او التزام داریم. البته این ما عملا هم به خصوص شما که اشاره داشتیم در رابطه با امنیت، وضعیت امنیتی در افغانستان نسبت به سابق که در اینجا تا نزدیک به 50 کشور وجود داشتن و هم ساز و برگشان قوات های نظامی و استخباراتی و به اصطلاح کمک های وجود اقتصادی و سیاهمشان بودن، اما وضعیت را ما و شما همه ما مشاهده میکردیم فعلا کدام تکرار در این راستا وجود آمده. بعضی تفسیرها یا بعضی تحلیلات یا بعضی نگرانی هایی که وجود داشت که در اینجا گرد مارسون نمسان به وجود بیاید، شاید مشکلات برای کشورهای همسایه و ایجاد گردد و وجود چیز را ما تقریبا حالا یک نیم سال تقریبا میشه که مارسون نمسان به قدرت رسید در اینجا. ما تا هنوز یک مورد کس نشان داده نمیتونه که در اینجا از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری در کدام خطر ایجاد شده باشه، بلکه وضعیت را کنترل کردیم. هر چند تلاش های صورت گرفته، متاسفانه بعضی حلقه های مغرض و بعضی افراد مفسد که کوشش کردن که با همسایه ها رابط افغانستان را خراب بسازند، اما الحمدلله نامراد شدن و هدفشان نرسیده و مصاحبه افغانستان هیچ اجازه نمیده به هیچ کسی که در اینجا مشکلات را ایجاد بکنه برای ملت ما، برای مردم ما، برای جهانیان و برای کشورهای همسایه. بسیار زیاد تشکر آقای امین. صحبت های آقای نعیم شنیدیم در مورد سیاست های داخلی امارت اسلامی تا سیاست خارجیش. همونطور که گفتن دفتر دوحه حالا اونقدر فعال نیست، ولی در مورد سیاست خارجی گفتن که فعال است و اونها کارشان دنبال میکنن. حالا شما چه فکر میکنید که امارت اسلامی سیاست خارجیش با چگونه آزمونی روبرو شده؟ با توجه به تحرکات هم میبینین، نشست ها رو میبینین، بگومگوها و اعلامیه ها رو نگاه میکنین؟ خب ما میپذیریم که هیچ کشوری بر مبنای قوانین بین الملل حق مداخله در امور کشورهای دیگر نداره، یعنی اما باید بپذیریم که رفتارهای سیاسی و روابط امارت اسلامی با ایالات متحده آمریکا در مجموع باید بپذیریم که بعد امنیتی داره. یعنی اول شما در رابطه با توافقنامه قطر چی میشد که در یک گفتمانی نخبگان سیاسی قضایا روشن میشد که حالا هر دو طرف یک دیگری خودم متهم بر
نقض توافق نامه میکنن. اگه توافق نامه میتونه یک ملاک به ایمان خطیر راه در مسیر سیاست اسلامی گفتگاه میان افغانان هم میگن که فرصتی بود که او از دست رفته. خب به هر حال در مسائل داخلی چند نقطه است که نیاز ما به مداخلات کشورهای دور و نزدیک نداریم. یکی بحث ایجاد قانون اساسی است که تکلیف شهروندی را بر مبنای آموزه های دین یا عرف جامعه یا بر مبنای قوانین بین الملل مشخص می سازه. و دوم حکومت سرپرست این نیازی نیست که در رابطه با کشورهای منطقه و یا جهان تصمیم بگیرن. راهکارهای وجود داره که امارت اسلامی تکلیف نظام سیاسی را از لحاظ سرپرستی روشن میکرد و این نیاز به مداخله کشورهای بیرونی نداره. یا بحث مذاکرات بین الافغانی یک اصل شرعی و قانونی است. حالا بحث مذاکرات بین الافغانی مفهومش این نیست که کسانی که دیروز در رأس قدرت بودن و بیان طرف یک میز نشسته باشند. یک سلسله کارهای در سطح ملی و بین المللی است که باید انجام شود، اونم با ارتباط میگیره به استراتژی ملی. تا زمانی که شما استراتژی ملی تون بر مبنای آموزه های دین یا به هر آدرسی که فکر میکنین مشخص نشود، دیپلماسی بین المللی مفهومی پیدا نمیکنه. یعنی روابط شما نمیتونین که بر چی مبنا با کشورهای منطقه و جهان باید بده باشه. با توجه به ملاحظاتی که شما داشتین در مورد سیاست داخلی امارت اسلامی و سیاست خارجیش، که حالا فکر میکنین قدم های بعدی چی میتونه باشه این که کار تعامل را سهل تر بسازه؟ خب یک مقدار چالش های در مسائل بین المللی وجود داره. یعنی حرکات ایالات متحده آمریکا بعد از توافق نامه قطر یک مقدار ذهنیت کشورهای منطقه را تحریک کرد، روسیه را اساس ساخت و جنگ روسیه با اوکراین بازی های منطقه ای را وضعیتش تغییر داد. یک مقدار وضعیت پاکستان و ایران و کشورهای آسیای میانه یک مقدار ناامنی در اینجا ایجاد شد و اینا هر یک کدام از بود استخباراتی افغانستان با یک تعریف دیگه وارد ذهنیت های سیاسی می سازند. ولی نظر ما این بود که امارت اسلامی فرصت بسیار خوبی در اختیارش است، هم از لحاظ نظامی، هم از لحاظ به اصطلاح اجتماعی و هم از لحاظ جو سیاست های بین المللی که می توانست کاملا سر پای خود ایستاد شود. به این معنی که یعنی کار میکرد که چالش های داخلی کاملا فروکش میکرد، زمینه را برای یک گفتمان ملی، حالا با هر شیوه، با هر پالیسی که بوده باشه، مسائل میخواد تا افکار عمومی در قدرت سیاسی سهم می بود و ای مخالف آموزه های دین به صورت قطع نیست، اما در روابط بین المللی سیاست روشن باید می داشت. در چه صورتی فکر میکنین کار دشوارتر خواهد شد در برابر افغانستان؟ اگر وضعیت با این شیوه پیش بره و ما نتونیم متحد استراتژیک پیدا کنیم و اعتبار حقوقی خود در سطح بین المللی پیدا نکنیم، چه در میان کشورهای اسلامی یا غیر اسلامی، طبیعی که یک چالش میتونه باشه برای پیشرفت کارمون در افغانستان. یعنی افغانستان در یک قرن، خصوصا در نیم قرن اخیر، یک فرصت ایجاد شده. چطور تمام افغان ها گرد میز با هم دیگر روی قضایای کشورشان با هم متحد عمل بکنند و این خیلی مدیریت قوی میخواهد. و ما دوستای استراتژیک هم باید در منطقه باید با خود داشته باشیم، کشورهای اسلامی، کشورهای غیر اسلامی. مفهومش این نیست که ما بیاییم خواسته های کشورهای منطقه و جهان رو بپذیریم. بر مبنای سیاست ملی روابط استراتژیک باید با کشورهای اسلامی و غیر اسلامی باید داشته باشه و این یک سلسله معیارهای تعریف شده است که شفاف و تعریف شده است که ما از این مسیر اگر ما قناعت کشورهای منطقه و جهان فراهم نکنیم، طبیعی که هم میتونه به عنوان یک چالش، یک نقطه فشار باشه. تشکر آقای نعیم. خب کشورهایی که نشست برگزار کردن از منطقه تا در سطح کلانتر سازمان ملل و خب شما اینجا استقبال کردین و گفتین هر حرکتی که به سود مردم افغانستان باشه استقبال میکنیم. حالا اونا هم روی گفتگاه های میان افغانان تاکید میکنن و میشنوین شما. شما طرفدار چه نوع گفتگوها هستین که تا کار تعامل آسان تر شوه؟ قسمی که شما هم اشاره داشتین، ما گفته بودیم پالیسی افغانستان همین است و باز هم میگیم که دنجا هدف چی است؟ هدف حل مشکل است. هدفی است که ملت آرام باشه، تمامیت ارضی تامین باشه، دیگران در کشور ما مداخله نمکنن، ما به خود کفایی برسیم،
این اهداف هر ملت و هر کشوری است. حالا به کدام طریقه برس میاید طریقش مهم نیست. در اینجا که با به این اهداف برسیم. فعلا ما الحمدلله با بعضی این اهداف رسیدیم. در دیگه اهداف دیگر هم انشاءالله تعقیب میکنیم. امیدوار هستیم که هم به یاری الله متعال و به همکاری ملت و مردم خیش انشاءالله با آن هم برسیم. دیگه در این راستا ما گفته بودیم هر اقدامی که سه کاتگوری یا سه نقطه را تذکر داده بودیم. نخست این که مخالف ارزش های اسلامی نباشه، مخالف به منافع ملی کشور ما نباشه، و دیگر نقطه اینی که است که باید این را ما درک کنیم هر کسی که باشه که در اینجا نظام است، امی نظام و مسئله واقعی و حقیقی ملت و مردم است. اگر کسی کدام طریقی دیگر در ذهن داشته باشه به خطا است، به هدف رسیده نمیتونه. و دیگه این که یگانه راه حل برای مشکلات تفاهم است. از این اضافه تر دیگر که کسی کدام راه دیگر اختیار میکنه طبیعی است که با نکامی میانجامد. در این ما باید یک در رابطه با پالیسی مورد اسلامی افغانستان، این ما بارها گفتیم که پالیسی ما به دو اصل و اساس خارجی باشه یا خواه داخلی باشه، بر دو اصل و اساس استوار است. ارزش های دینی مبارک اسلامی ما که ما قرآن داریم، حدیث دین نبی کریم صلی الله علیه و آله داریم، اجماع است، این به مجموع اسلام، امور اسلامی یا اصول دینی مبارک اسلام. هیچ گاهی ما چه در داخل باشه چه در خارج باشه پالیسی ما بر اصل استوار نخواهد بود که با تصادم در این ارزش های مبارک دین اسلام باشه. یکی نکته دوم این که منافع ملی کشور ما اگر کدام سیاست خارجی باشه یا داخلی باشه استوار برای این باشه در پرتو می منافع ملی کشور تامین میگرده ان شاء الله. هیچ گاهی ان شاء الله که اقدام نخواهد صورت گرفت که او با مخالف منافع ملی کشور ما باشد، چه در سیاست خارجی باشد چی در سیاست داخلی باشد. یک نکته دیگری که ما وای را با جهانی ها بسیار با صراحت هم گفتیم، عملا هم ثابت کردیم از طرف خود ما که ما در مسائل داخلی دیگر کشورها مداخله نمیکنیم و با دیگرا هم اجازه نمیدهیم که در امور داخلی ما مداخله بکنه. کی هم از همه نگاه از در پرتو اصول بیندگی، از نگاه دین مبارک اسلام، از نگاه عقل و منطق معقول است که هر کس گذاشته با کارهای داخلی خود، هر کس کار خودش هست امور به پیش بره، اما در کارهایی که تعلق به جهانیان داره یا به پالیسی خارجی تعلق داره ما دو آماده هستیم که با آنها تفاهمات داشته باشیم، با آنها رفت آمد داشته باشیم، مشکلاتی که نگرانی های وجود داره، تشویش های وجود داره را بین ببریم. و یک چیز دیگه، از وقتی که امارات اسلامی افغانستان به قدرت رسیده تقریبا یک حدود یک نیم سال میشه، تا هنوز هیچ گاهی کسی نشان داده نمیتونه که از افغانستان بر ضد کدام کشور، بر ضد کدام کشور همسایه باشه، کشور منطقه و فرا منطقه باشه، کدام مشکل ایجاد شده، شده. کدام خطر ایجاد گریده باشه. دیگه این یک چیز عملی است که ما عملا با تجربه و عملا ثابت ساختیم که ما چیزی که میگیم اون در عمل هم پیاده کردیم. اگر کسی باشه نشان بده، هر چند بعضی از حلقات مغرض و بعضی از افراد و اشخاص شریر و مفسد تلاش خود را کردن که با همسایه ها مشکلات ما را با همسایه ها با مشکلات را ایجاد بکنه، روابط ما را خراب بکنه، اما الحمدلله ما توانستیم با نصرت الله متعال با کمک و همکاری ملت خیش که مشکلات را اجازه ندهیم که مشکلات پیدا شود. در آینده هم بازم پالیسی ما امین است که در آخر باز باید بگوییم که ما در امور داخلی کسی مداخله نمیکنیم. در هم میخواهیم که در امور داخلی ما مداخله نکنه و این چیزا نشست ها و این طرف و طرف هر کس از دور میکنه. اگر به مو فرمولی که ما گفتیم خلاف ازو باشه، قسمی که دمی 20 سال هم تلاش های نظامی و سیاسی و اقتصادی و استخباراتی به هدر رفت، اینها هم به طرف میتن و کدام فایده به ملت و به مردم افغانستان و نه به جهانیان دارد. بسیار زیاد تشکر آقای نایب. آقای امین، فکر میکنم 30 ثانیه فرصت داریم. حالا فکر میکنید کار تعامل با این توضیح که آقای نعیم دادن سهل‌تر شده یا دشوارتر؟ خیلی خوب، بله، همین اصطلاحی که با کار برده شد بحث تفاهم یک اصل است که افغان ها نسبت به خود گذشته نیاز به تفاهم داره، چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی. زمان به این رسیده که جنگ کاملا خاتمه پیدا کرده و به صورت قد ریشه های جنگ باید از بین بره، دیگه مردم آسیب نبینه. ولی ما بحث تفاهم بالاخره روی یک اعتماد در سطح ملی و بین المللی استوار است که چطور ما میتونیم که زمینه تفاهم با دنیا، هر کشوری نمیخواد که هیچ کشوری در امورات داخلی خودش مداخله کنه. به هر حال بحث تفاهم نیاز به یک گفتمان ملی داره که تا یک راهکاری در سطح ملی و بین المللی روش بحث صورت بگیره. و آقای نعیم از حضورتان سپاسگزارم. به همین ترتیب میرسیم به پایان فراخبر. از شما سپاسگزارم، وقت بخیر.